منم یاد خدا و برز سلام سلام خدمت تمام شما هموطنان مهربان، امیدوارم هر کجای که هستین خوب و صحتمند سر حال باشین. از این بار باز هم سر زدیم در قسمت خوجابغرای کوهنه میگه قسمت و در قسمت اطرافایش هست، البته در بین خود خوجابغرا کسایی که در خوجابغرا زندگی کردن طبعا آشنایی دارن و بلد هستن. اینجا هم مسجد رو بر ما معرفی کردن که نیاز بر کمک داره و بتونیم که انشالله آنی دوم خانه خدا رو میتونیم بگویم که یعنی مردم نماز خدا میخوانن، نماز پنج وقتشون و عبادت خداوند متعال میکنن. طبعا پیام ها و کامنت های هر یک شما رو ما خواندیم انشالله در قبال و مسئولیت های خدا داریم که باید انجام بدیم. اما در کل پیش از همه که حرف های خدا آغاز بکنیم، پنج جل قرآن شریف از طرف بانو ویده و خانواده شان سلامت باشن که بر یک مسجد گرفته بودن که ما میخوایم آغاز کمک از اینجا آغاز بکنیم که از طرف خواهر ما هست و مولای سر تسلیم میکنیم. کسایی که من در خواندن یا کسایی که من قرآن فقط یک دعا واحد بکنیم سلامت باشین. با مردم منطقه هستیم، مولای سر بزرگوار و همچنان وکیلش منطقه شان و دیگر بزرگوارا ان شاء الله همراهشون صحبت های داره. این مولای سر خسته نباشین، سلامت باشین، خوب هستین؟ خوب هستین، بخیر، سلامت باشین. تشکر قربان بین نله از ما که شما بیشتر میفهمین در این مسجد هستین، در این منطقه هستین، از نیاز مردم منطقه بگوین که در اینجا چی نیاز دارن. لطف کردین که شما اینجا قدم رنجا کردین آمدین از این مسجد دیدن کنه و در مدت یک سال میشه که ما اینجا همسایه شدیم، در این کوچه زندگی میکنیم و این مسجد قسمی که من معلومات دارم مدت پنج سال از امار از این میشه، مردم فقیر و اینجا فقیر نشین است. همه قد توانستین که این مسجد به نیمی حالت رساندین، سقفش ناپوشانده مونده، از مجبوری در تاکه وزی نماز میخونن و روزای جمعه نمازگزار اضافه از 2000 نفر میشه، این در تاکه و جای نمیشه. بالاخره در نیمی هفته و مدراق مجبور که نمیجا نماز میخونن، چون نماز آوار میکنن میجا نماز میخونن. دیگر نیاز مبرم داره که این باید امار شوه و پای یک مال برسه. طریق کارش از بودجه شخصی خود مردم است؟ بله، این از بودجه شخصی خود مردم است، یعنی ما توان داشتیم که به می حد رسانده نشه، متوقع نیاز به کمک داره. انشاءالله از دوستو تقاضا میکنیم که کسایی که توانایی کمک دارن لطفا امده با هم بتانان ما هم کمک رسانی میکنن، سلامت باشن با همچون جایگاه هایی که واقعیت مقدس است و میتونیم که همه ما شامل کار خیر میشیم، یک لطف و مهربانی بکنن، کمک های خود داشته باشن تا بتانیم این مسجد حمار شود و مردم که به خاطر نماز خواندن میان بتانن به آرامی و آسودگی عبادت خود بکنن. مولای سب بزرگوار ببخشید بسیار زیاد حرفتان قطع نکنم که کسی که خانه خداوند آباد میسازه و در خانه خدا خدمت میکنه، از این قسمت میخوایم در قسمت جایگاه اسلامی میخوایم از شما پرسان بکنیم چه جایگاهی داره. خداوند جل جلاله فرموده که من بنا لله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه، کسی که بر رضای خدا در دنیا یک عبادت خانه را بر رضای خدا نمار میکنن که مسلمان ها در نماز بخونن عبادت بکنن، الله جل جلاله برای از او شخص در جنت قصر را نمار میکنن. این پاداش از این است که نه تنها در دنیا در دنیا هم برایش ثوابش داده میشه، اجر پاداشش داده میشه و در آخرت هم خداوند برای از او قصر را اعمار میکنه که نظیر از او قصر در دنیا نبوده باشه. فلهذا کسایی که ادالو علی الخیر کفاعلی، شما من حیث دلالت کننده هستی بر او شخصی که او کمک میکنه به این مسجد و شما هم ثواب شما کمتر از ثواب از او کمک کننده نیستن، چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که ادالو علی الخیر کفایلی، دلالت کننده به یک کار نیک و به کار خیر مانند فاعل مکار است، فاعل کسی که کمک بکنه ثواب از او ثواب شما یک مساوی است. دیگه ای که فعلا مولای صاحب خطیب مسجد تشریف نداشتن و نصیر احمد رئیس شورای این مسجد هستن و قاری صاحب محترم مؤذن این مسجد هستن، میتونیم که توضیحات بیشتر از اینها بشنویم.
ممنون بسیار به مهرداری کردن. اولا خسته نباشین. تشکر. سلامت. زنده باشین شما. سلامت باشین. تشکر از اینکه طلب رجا فرمودین و اینجا آمدین. در این منطقه فقیر نشینی بیچاره که توان مردم به این اندازه نبود، چون مردم کسب و کار کراچی وان کارگر و مردی کار هستن، اونو قدر کاری میکنن که آشا و باتی فامیلشون درست نمیشه چی و برسه که به این مسجد خانه خداوند کمک کنن. و شما که قدم رنجه فرمودین و برادرایی که کمک میکنن، این مسجد مدارودی 5 سال شد که در این حالت مانده، یعنی توان مردم نبوده که اصلا کمک زیاد شوه یا به 1 میلیون و بالاتر و زیادتر شود مصرف ازی باشه و جمع شوه و پیسه و جور شوه. این که شما کدام هموطن ما عزیز ما کمک میکنه، برادرای ما کمک میکنه، خانه خداست، اجرش خداوند به دنیا و آخرت درشون میده. قسمی که حدیث شریف است، کسی که بنای مسجد میکنه، خداوند اول خو یک قصر در جنت برش مهیا میسازه، بعدا خیر و برکت در کار و عمر و روزی و برکت همه چیز خداوند برش میندازه. و کسایی که کمک میکنه، خداوند اونا را اجر عظیم بر نصیب کنه. و شما را هم که قدم رنجا فرمودین، شما را هم خداوند از این اجر قربان دارم. سلامت باشین. شما که در این منطقه هستین و وکیل شورا هستین، معمولا مسجد هایی که در کابل امار میشه یا خصوصا در بین شهر هستن، اینا از طرف وزارت حج اوقاف تمام که ثبت میشه تمویل میشه، این از طرف کدام کمک بر تا صورت نگرفتن؟ والا چند بار ما مراجعه کردیم، دوستا آیت ها اومدن بررسی هم کردن، این دو سه باری که اومدن آیت ها بررسی کردن، اما کدام کمک تا فعلا ما دریافت نکردیم. در این مسجد ما در این رسته که به امرای ما کمک کنن یا امار مسجد، به ما تا حالا کدام کمک نرسیده. چه حدود خانواده در این محل زندگی میکنه و که در این مسجد ثبت هستن؟ در این مسجد در حدود بالاتر از 300 خانوار فامیل هستم که زندگی دارن. اوش سایه است که زمین زراعتی بوده و روز به روز نفوس هم افزود شده میره، چرا که زمین های خود مردم سودا کردن میرن و خانه جور شده میره، اینی افزود شده میره. کسایی که توانایی دارن در حدود یک دست و کمتر میخرن، اون هم دیگه توانایی رو دارن کم زمینه بخرن و یک سرپناهی به خود جور کنن، یک قدر توان بالاتر ندارن که بیان یک 50,000 یک لک در مسجد کمک کنن، اون توانایی رو اون هم ندارن. خب چیزی که بیشتر میتونه توجه دوستا را به خرج بده و میتونه که انشالله همکاری داشته باشن به خاطر امار مسجد، از توجهی بیشتر خواستن و خواهان هستم بطران عزیز. کسای تطفال هم میان به خاطر درس خواندن میان؟ بله، همون قسمی که پیشتر میجنم مولانا سبا یادآور شد، ما از شکل مجبوریت نمو پایین تاکایی ما خدا درست هم نیست و بازم خداوند قبول کنه عبادت مردم هم. و شاگردای زیاد داریم، در حدود 3 تایم قاری صاحب جناب محترم جازر زپالی ما معزن مسجد ما مستک که شاگردا رو درس میده، باز بدون از هم ساعت 8 الا 10 طبقه اونا هستک. معلم صاحب استاد داریم در حدود 100 پوینتر یا بالاتر طبقه اونا هست، دخترها جوان خرد بزرگ خانم ها میان قرآن کریم درس میخوانن، نماز خود یاد میگیرن، نماز خود به اصول دین خود ان شاء الله توجه میکنن، رسیدگی بیشتر میشه برشان ان شاء الله. توکل به خداوند. مکتب خدا چرا اطراف است؟ مکتب یک کم دورتر از مکتب داریم. بله خوب است، یعنی مسجد معمار میشه. دوستان تشکر از تمام شما کسایی که بیننده هستن، سلامت باشن، واقعیت همیشه وقت ما را همراهی کردین. ان شاء الله همین بار میخوایم که توجهتون خوان هستیم که در این مردم که در بین شهر هستن هم توانایی کمتر دارن و قسمت کداری کردن قسمت خوجبغره کنه هستیم. ما هم دوستان خدا بالا میکنیم، کار خیر است ان شاء الله. قاریس متعال محترم یک آیت کوتاه اگر تلاوت بکنیم که کسایی که کمک میکنن، کسایی که هم دردی میکنن یا کسایی که توانایی دارن، بر اونها هم خیر برسه و کسایی که بیننده ما هستن بر اونها هم خیر برسه که ان شاء الله آغازش از همینجا شود بخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أول خير ظاهر خير باطن خير، افتح لنا بالخير واجعل عواقب كل أمورنا إلى الخير، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم طالب بركته لقوي قدم يزيد تدوس المتيامدين این مسجد ما را نورانی و مبارک بسازه و کسانانی که در این کمک میکنه الله متعال هرچی که خواهان هستند از بارگاه رب العالمین به خودشان به خانوادهشان خدای خیر و سعادت دنیا و آخرت را نصیبشان بیارده و کسانانی که به خاطر اعمار شدن مسجد کوشش دارند الله متعال دوام برشان به فامیلشان عزت عافیت نصیب بگرده. ما و شما را الله متعال اتفاق اتحاد نصیب بگرده. یا الله همیشه ما را در راه کمک و معاونت دین استقامت نصیب بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. تشکر میکنیم از خواهر ما را هم که مهربانی کرده بودن، 5 جلد قرآن شریف هدیه کردن و برای این مسجد هم تسلیم برسه. سلامت باشین، ان شاء الله خدا مهربان است. کسایی که بازم یادآوری میکنن در مسجد خانه خداوند متعال کمک میکنن یا در مکتب کمک میکنن یا برای خیر عام کمک میکنن، خداوند ان شاء الله از اجر و ثواب عظیمش ان شاء الله بی پاداش نمیمونه، پاداش عظیم ان شاء الله نصیب. تشکر از شما هم، تشکر از شما هموطنان مهربان که ما رو بیننده هستین. سلامت باشین، توجهتون خوان هستیم. ارتباط ما در زیر صفحه های تلویزیونتون هست، ان شاء الله میتونید وصل شوین و بتونید به خیر کار خیر است به حد توان خود یک افغانی الا 10 افغانی الا هر آنچه توانایی دارین کار مسجد است دریغ نکنید. سلامت باشین.